رود به همه بیننده عزیزم آدریان هستم باش بستانه خودتون خوش اومدین امروز میخوایم با هم رتتایی درست کنیم یه غذای گیاهی معروف فرانسویه در واقع همون یتیمچه خودمونه ولی خب یه مقدار دیزاین و موادی که استفاده میشه فرق میکنه برای درست کردنش با من همراه باشین با این ویدیو برای شروع کار به بادمجون، کدو سبز و گوجه نیاز داریم ابتدا انتها و ابتدای بادمجون و کدوها رو جدا میکنیم و همونطور که داریم میبینیم باید تمامی این سبزیجات رو ورقی به همین صورت که داریم می خوردشون کنیم زخامت این ورقها هرچی نازکتر باشه بهتره سایز کدو و بادمجون رو باید یکسان انتخاب بکنید تا زمانی که این حلقه ها رو برش میکنید سایزها سایز ها با هم یکسان باشه حتی باید گوجه ها رو جوری انتخاب بکنید که حلقایی که برش میکنید با حلقای بادمجون و کدو یکسان باشه. همه این سبزیجات رو به همین صورتی که دیدید ورقی خورد میکنیم. اضافات کدو، بادمجون و گوجه رو دور نریزید. این غذا یه سس بسیار خوشمزه داره که این تیکار رو برای درست کردن این سس میتونیم استفاده کنیم. برای درست کردن سس یه دونه پیاز داریم که خلالی خورد میکنیم میریزیمش داخل یه قابلمه یا تابه و میذاریم تلهی رنگ بشه بعد از اینکه پیازا کمی نرم و تلهی رنگ شد سه حب سیر داریم اضافه میکنیم و میذاریم سیر چند ثانیه با پیازا تفت بخوره تو این مرحله نصف قاشق چای خوری زرجوبه نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه نصف قاشق چای خوری فلفل تند قرمز و نصف قاشق چای خوری پودر پاپریکا بعد از اینکه ادویه رو اضافه کردیم کمی تفت میدیم تو این مرحله یه قاشق چای خوری روزماری خوش داریم که اضافه میکنیم اگر دسترسی به روزماری تازه داشتید تو این مرحله دو ساقه اضافه کنید کفایت میکنه حالا تو این مرحله اضافه های کدو، بادمجون و گوجه رو اضافه میکنیم به موادمون و کل موادمون رو مخلوط میکنیم در رو قابلمه رو میبندیم و میذاریم کاملا کدو و بادمجون و گوجه پخته بشن بعد از اینکه همه مواد پخته شد یه قاشق چای خوری نمک اضافه میکنیم و یه قاشق غذاخوری سرکه استفید یا هر نوع سرکه که توی منزل داشته باشین که اینجا من از سرکه سیب استفاده کردم یه دونه فلفل دلمه قرمز داریم که توی این مرحله باید فلفل ها رو داخل فر یا روی گاز کبابی کنید بعد داخل پلاستیک قرارش بدین درب پلاستیک رو ببندین بعد از یک روب یا 20 دقیقه به راحتی پوست فلفل جدا میشه که توی این مرحله این کارا رو انجام دادم و فلفل ها رو اضافه میکنیم و کل موادمون رو مخلوط میکنیم بعد از این مرحله زیر حرارت رو خاموش میکنیم و کل مواد رو به کمک میکسر یا گوشکوب برقی باید آسیاب کنیم تو این مرحله باید ظرفی رو انتخاب بکنید که داخل فر قرارش بده این ظرف میتونه گرد یا مستطیل باشه کف ظرفتون رو چرب کنید و چند قاشق از سسی که آماده کرده بودیم کف ظرفتون بریزید دوباره چند قاشق روغن اضافه میکنیم روی سطح سس که اینجا من دارم از روغن زیتون استفاده میکنم حالا لایه ها رو باید به همین صورت که توی تصویر میبینید توی دستاتون بچینید و بعد داخل قالب قرار بدید یه دونه بادمجون، یه دونه کدو و یه دونه گوجه به همین صورت که داریم میبینین قالب رو پر میکنیم و با هم ادامه کار رو دنبال میکنیم بعد از اینکه قالبتون پر شد روی سطح سبزیجاتمون کمی نمک میریزیم و چند قاشق غذاخ روغن سیتون سطح قالبتون رو با فول کاملا بپیچید روی سطح فول چند تا سوراخ ایجاد بکنید به مدت یک ساعت با دمای 180 درجه سانتیگراد باید توی فر قرارش بدید بعد از این زمان فول رو بردارید حرارت از بالا رو روشن کنید تا سطح سبزیجاتتون طلایی رنگ بشه همین کارا رو انجام میدیم و پایین کار رو با هم میبینیم دوستان عزیزی که برای اولین بار در این ویدیو رو تماشا میکنین برای حمایت کردن از کانال سابسکرایبش کنید و برای مطلع شدن ویدیو جدید روی شکل زنگوله کلیک کنید بیننده عزیز رتتایی ما آماده شد مثل همیشه تقدیم شما در پایان سوسی که آماده کرده بودید رو روی سطح کارتون بریزید این غذا بسیار خوشمزه و خوش عطر حتما توصیه میکنم درستش کنید اگر هم خواستید این غذا رو توی فر درست نکنید میتونید روی حرارت گاز هم این غذای خوشمزه رو درست کنید و هیچ مشکلی نداره خب مثل همیشه مرسی که تا به اینجای برنامه با من بودید هر جا که هستید شاد و پیروز باشید تا یه برنامه آشپزی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم بدرود